حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان، اگر این گزارش رویترز درست باشه، خب یه کارت بیمه خیلی قوی در دست سعودی ها قرار میده، اینطور نیست؟ تا حدودی میبینیم این قضیه الان از یک پیمان دفاعی استراتژیک به یک معاهده نظامی تغییر پیدا کرده، یعنی کاری که قبلا با بحرین یا کره جنوبی صورت گرفت. البته کره جنوبی اخیراً وارد اون در واقع بلاک جنگ سایبری ناتو شد، ولی بحرین چین حالتی نداره. من فکر میکنم تمام این قضایایی که الان به این شکل داره مطرح میشه و رویترز اونها رو منعکس میکنه، فشارهایی است که اخیراً بعد از اعلام فرستادن سفیر سعودی به فلسطین و صحبت‌هایی که بن سلمان در مورد فلسطین و همینطور وزیر خارجه آقای فیصل بن فرهان در سازمان ملل و در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کردن، من معتقدم این بحث الان به این شکل واکنشی شده، چون که موضوع سفر سفیر سعودی به فلسطین یک مسئله جدیدی رو مطرح کرد. اولا فلسطینی‌ها خیلی استقبال کردن که این ممکنه منجر به تشکیل دولت فلسطین بشه، و ثانیاً نایف سودیری که به عنوان سفیر انتخاب شده کنسول سعودی در قدس شده، یعنی از سال 1967 که در واقع سعودی ها کنسولگریشون اونجا تعطیل کردن، این یک نوع بازگشت به موضوع 1967 محسوم میشه و این به مذاق اسرائیل خوش نمیاد. ضمن اینکه سفیری که معرفی شده به فلسطین، سفیر تحت عنوان خادم الحرمین الشریفین، یعنی لقبی که قبلا عثمانی ها و بخصوص سلطان عبدالحمید عثمانی داشت در مورد فلسطین و اینکه اون موقع هم اسرائیل رو به رسمیت نمیشناخت. این بحث هایی که به این شکل مطرح شده به مذاق اسرائیل خوش نمیاد و فشار وارد کردن در ایالات متحده، همینطور فشارهای زیادی برای آقای بایدن بر سر این مسئله هست و من فکر میکنم این قضیه الان به این شکل داره مطرح میشه. چقدر فکر میکنید که حتی اگر این توافق نمی بود، سعودی ها نگران یک وضعیت امنیتی میتونستن باشن، برای اینکه اتفاقات دیگری هم که در منطقه رخ داده برای متحدان آمریکا، یاد دارید جنگ عراق و کویت رو آمریکایی ها بالاخره وارد شدن، نیروهاشون رو زمین آوردن و کمک کردن به کویت. یعنی میشد حد زد که روابط ریاض و واشنگتن اونقدر گرم هستش که اگر تهدید مشابهی متوجه عربستان سعودی بشه هم آمریکایی ها در هر صورت وارد میشدن، اینطور نیست؟ ببینید، اتفاقی که در سال 2019 اتفاق افتاد و حمله شد به مراکز نفتی سعودی که البته جمهوری اسلامی هیچ وقت مسئولیت این قضیه رو به عهده نگرفت، ولی واکنشی که ایالات متحده در اون زمان انجام داد مورد قبول سعودی ها نبود. مثلا اونجا 700 تا سرباز آمریکایی وجود داشت، 2000 تا دیگه به اونها اضافه شد که سایت های در واقع دفاعی رو هدایت کنن، و این در یک وضعیت دفاعی آمریکا رو در کنار سعودی مطرح میکنه، در حالی که سعودی ها میخوان که طبق اون چه که آمریکا تعهد داره در ناتو، وقتی که حمله ای میشه به یکی از اعضای ناتو، بلافاصله آمریکا وارد بشه، و نه فقط آمریکا، 27 کشور دیگه وارد بشن و دفاع کنن از اون کشور. چین چیزی در رابطه سعودی ها و آمریکا وجود نداشت و این موجب ترس سعودی ها میشه، و تو سعودی ها تلاش میکنن که یک پیمان دفاعی استراتژیک با ایالات متحده ببندن. ممنونم از شما، حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب از واشنگتن.